برای که ناصر برای من در رابطه با دیگران من رو بیدانه، یعنی من میخواستم به در واقع بگم که تصویری که از ناصر میخوام به شما بدم، تصویری که در رابطه عاطفی درونیش با پیرامونش و رابطه عشقیش و رابطهش با نسرین در گذشته، رابطهش با فایده که همسرشه و رابطهش با عشقش که یاسیه میخواستم بگم. برای که بخوام اینا رو بگم، اگر که فقط می آمدم این رو می نوشتم، فقط از دید خود ناصر می تونستم بنویسم، ولی من می خواستم ناصر رو از دید یاسی هم به شما به خواننده معرفی کنم. یعنی می خواستم بگم اگر که من به شما دارم، اگر می خواستم بگم که ناصر عاشقه، فقط می تونستم عشق رو از دید اون بگم، ولی من خواستم بگم که من به شما میگم که اگر که یک این آدم عاشق، این عشقش چجوری نشون داده میشه. و برای که بخوام اینا نشون بدم، در واقع یاسی رو وارد داستان کردم. برای من یاسی بهانه‌ای بود برای نوشتن ناصر. در واقع فصل یاسی فصل ناصر به معنایی، ولی برای که ارتباطاش به خصوص ارتباطهای عاطفی درونیش رو بتونم نشون بدم، باید درگیر یک رابطه عاطفی جدیش میکردم. حتی من فقط این توضیح رو بدم که ما خیلی کلی در مورد رمان صحبت میکنیم، برای اینکه به حال تعریف کردن داستان رمان اینه که بخوایم رمان رو باید در واقع خوند در درجه اول، ولی تا اون حدی که لازم باشه برای اینکه این صحبتهایی که میشه رو بتونیم درست متوجه باشین و در اون حد توضیح سعی میکنیم بدیم، هم من هم به حال توضیحاتی که ناهید میده. در مجموع ما در حقیقت با 5 تا شخصیت زن طرفیم و 2 تا مرد. از زنها به جز یک کدومشون هایده، بقیه همه خارج از کشور هستن. یاسی در پاریسه ولی بقیه در آلمان. یعنی ما 3 تا مکان داریم تو این رمان، یکی پاریسه، یکی تهرانه، اما آلمانو من متوجه نشدم. آیا شهر خاصی رو تو خودت تو نظر داشتی یا همچون که تو کتاب اشاره نکردی؟ نه، لا واقعا نخواستم، چون خیلی تو کتابای قبلی در واقع کار خیلی برجسته بود، فکر کردم که این بار این اتفاق نیفته. ولی حالا که در واقع تو این موضوع رو مطرح کردی، شاید بد نباشه بگم که چرا سخت بود در واقع نوشتن این آدم ها. و چرا اصلا سخته که آدم وقتی که میخواد توی مهاجرت یه داستانی رو بنویسه، بگم وقتی شهر رو بنویسه، چرا کار دشواری که آدم وقتی میخواد توی مهاجرت یا توی غربت یه چیزی رو بنویسه، برای اینکه هم از نظر حال شخصیت های گذشته ای داره و ما نمیتونیم یه آدمی رو یه شخصیتی بنویسیم بدون اینکه به گذشتهش اشاره بکنیم. و وقتی میخواییم به گذشته این آدم ها، لاغل آدم هایی که نسل من هم یا نسلی هم که من در موردشون مینیمسم، اینها گذشتهشون فقط گذشته زمانی نیست، گذشته مکانی هم هست. یعنی اتفاقی که شاید خیلی منحصر به فرد میکنه این نسل رو، یعنی اینکه مثلا اگر که چه میدونم در ایران میخواست یه داستانی نوشته بشه، زمان و مکانش همش ایران بود. یا اگه بچه‌های ما یه وقتی بخوان بنویسن، گذشته و آینده زمانش هر دو همینجا در خارج از کشور اتفاق می‌افته. به این جهت من هی تاکید می‌کنم روی منحصر به فرد بودن این نسل، برای که بعد از اون دیگه اتفاق نمی‌افته. برای همین دشوار بود. یعنی اینکه من نه تنها باید در واقع گذشته اینا رو در اون گذشته مثلا 30 سال پیش بنویسمشون، بلکه در موقعی که فرض کنیم نسرین برمیگرده ایران، دیگه اون گذشته نیست. یعنی باید آدم یک اطلاعی داشته باشه از این که الان که آدم میره تو ایران با آدم ها چه اتفاق میفته، با آدم هایی که 30 سال پیش دیگه باشو برخورد داشتیم تفاوت ها چیه. یعنی منظورم اینه که یه خود پیچیده است در واقع نوشتن در مورد این نسلی که به حال نمیشه گذشتهشون بکنشون. نه تنها نویسنده نمیتونه اینها رو بکنه گذشتهشون، که اصلا خودشون کنده نشدن از اون گذشته. بنابراین مدام حال و گذشته و زمان و مکان در هم یه جوری تنیده است. واقعا این مسئله زمان هم که گفتی نکته مهمیه به نظر من تو رمانت، که جلوتر خواستم بهش بپردازم. ولی اگر ما این در حقیقت بخوایم فقط این آرایش صحنه رو ادامه بدیم که موقعیت افراد
بهتر شما دوستان متوجه بشین. همونطوری که گفتم پس ما 5 تا زن داریم، 2 تا مرد. این از این افراد، یعنی از این 7 نفر، 1 نفرشون هستش که آلمانی، توماس، که از اسمش هم مشخصه که با در واقع نسرین زندگی میکنه. اون یکی مرد ناصر در حقیقت فردیه که در اون دوره‌ای که نسرین تو ایران بوده به نوعی یه احساس نزدیکی با هم داشتن، ولی هیچ وقت به شکل یک رابطه عاطفی عشقی روشن و مشخص بینشون مطرح نشده. بعد مسئله مهاجرت، یعنی همه این افراد به جز برکه که دختر در واقع میناز و مینا خواهر نسرین، بقیه همه هم نسل، یعنی افرادی هستن که توی دوره انقلاب جوونیشون رو در حقیقت با انقلاب زندگی کردن. اگر حالا با توجه به این، یعنی با توجه به این شخصیت ها که گفتم همجور مثل یک گالری نقاشی، ما توی هر فصلش با پورتره یکی از اینها آشنا میشیم، ولی دوربین در واقع از درون اینها به نوعی به بیرون تابیده میشه، هر کدوم از این شخصیت ها تو فصلهای دیگه هم پورتره‌شون تکمیل میشه، ولی توسط میشه گفت نگاهی که از درون شخصیت های دیگه در واقع به این قضیه هست. حالا با توجه به این شخصیت ها و با این فضا، من اگر ازت بپرسم که تو خودت مثلا این رمان رو اگه مجبور باشی با یه کلمه با 2 کلمه یا با یه جمله موضوعشو اگه بخوای بگی چی رو انتخاب میکنی؟ فکر میکنم که سودای نسرین رمانه که تحت تاثیر سوداست، یعنی به نظر من خیلی نقش داره. همه این آدم ها به دنبال یک اشتیاق و یک سودایی هستن و همشون به نوعی وجود داریم، ولی انقلاب خیلی نقش داره در زندگی اینها، عشق نقش داره در زندگی. کتاب انقلاب عشق و تبعید یا مهاجرت، اینجوری بخوام خیلی ساده در واقع تعریفش بکنم سودا نسرین و این مجموعه. ولی صحبت هایی که تو کردی، یه مرد دیگه هم هست تو این کتاب، یه مرد دیگه هم هست که شوهر میناست، امیر، و در واقع خیلی پررنگ نیست. اونقدر پررنگ نیست که حتی ما درست نمیدونیم قیافش چجوریه، برای که من همیشه توی نوشته هام وقتی میخوام خوانندم و در واقع دستشو بگیرم بگم با هم یه بری ویتری نگاه کنیم، شخصیت رو خیلی قشنگ سعی میکنم بگم که مثلا موهاش چجوریه، قیافش چجوریه، سنش چجوریه، لباساش چجوریه. یکی میگفت اگه دکمه کتش هم شل باشه تو این مدت بکنه الان دکمه کتش میوکده، یعنی در واقع. ولی با امیر این کار رو نکردم. امیر هیچی نمیگیم راجبش، فقط میتونیم که یه آدم سیاسی شوهر میناست و فرار میکنه از ایران. چرا نکردم این کار رو؟ برای که مهم نبود زیاد برام، برای که امیر در واقع به عنوان یک مردی که یک راز بزرگی رو در زندگیش با مینا نمیتونست تاب بیاره، از این زندگی رفت. خوبم رفت، یعنی بی جنجار رفت. گفتش که من تو رو با این راز و این درگیری و هرچی که بخوایم اسمش بذاریم میذارم و میرم. بنابراین امیر تا اونجا مهم بود که بخوایم در واقع بگم که نسرین رو با خودش از ایران مینا رو با خودش از ایران میاره بیرون. بیشتر از این نقشی نداشت. برای همین بخواستم بگم که بود در واقع، حالا یه مهمونی هم مردای دیگه بودن، ولی به هر حال به این واسطه امیر خیلی شخصیت برجسته برای من نبود. سوال کردم وقتی که چی بودم؟ داشتی در مورد همون مسئله قبلیش موضوع هم که صحبت میکردی، خب انگوش گذاشتی رو مهاجرت، رو جدایی، مسئله به هر حال انقلاب ایران. آره. و اتفاقی که افتاد اون موقع انقلاب در واقع مثل بمبی زندگی همه اینا رو از هم پاشوند، و شاید بیشتر از همه آرزوهای اینا رو از بین برد. یعنی اینکه همه این آدما، یک خیلیشون آدمایی نبودن که اصلا درگیر باشه، آدم سیاسی باشه، به طور مشخص کاری در انقلاب باشه، ولی مسیر زندگیشون انقلاب عوض کرد. حتی توماس، یک آلمانیه که اینجا زندگی میکنه، اصلا هیچی
انقلاب ایران ربطی به واقع مستقیم بهش نداره، زندگی زناشویی تحت تاثیر انقلاب ایران، یعنی نسرین به دلیل اینکه ناگهان از ایران کنده شده، فرصت خداحافظی پیدا نکرده، از نظر عاطفی چیزی رو در اونجا جا گذاشته، توی زندگی زناشویش با توماس هم تاثیر گذاشته. یعنی میخوام بگم که همه آدمای این کتاب یه جوری تحت تاثیر انقلاب زندگیشون از هم پاشید، آرزوهاشون، زندگیشون نه، برای که این زندگی ادامه پیدا کرده، همه اینا به حال ازدواج کردن، مثلا به خارج از کشور اومدن، یه جوری زندگی کردن، ولی آرزوهاشون رو به باد رفت. ولی نقطه دید تو به این قضایا، چون مسئله مهاجرت انقلاب خب وقتی میبینیم تو جامعه خودمون ایران میشه گفت یه مسئله اجتماعی که خیلی باش درگیر بودن، اما نقطه نگاه تو در حقیقت خیلی رمان برای من انتیمیستی بود. من نمیدونم کلمه انتیم رو من به فارسی متاسفانه براش معادل هیچ وقت خوبی پیدا نکردم، نمیدونم منظورم رو متوجه میشین. خیلی صمیمانه، خیلی درون، تجربه درونی در حقیقت. شغل افراد چندان اهمیتی نداره، شبکه و ارتباطات اجتماعیشون چندان اهمیت نداره. وقتی شخصیت پردازی میکنی همونجور که خودت هم گفتی، باز این نکته دیگه که به نظر من جالب بود، خصوصیات خیلی روزانه و به نوعی توی دیومه میشه گفت پیش و پا افتاده رو مطرح میکنی، طریقه ای که آدم ها روزمرگیشون میگذرونن، خیلی به افکار و ایده ها و اینها نمیپردازی برای در حقیقت نشون دادن شخصیت ها. یعنی اون درونیاتشون و اون تجربه درونیشون برای من در حقیقت موضوع انقلاب و مهاجرت هست، ولی انقلاب و مهاجرت از طریق تجربه درونی که این افراد از این دوتا پدیده داشتن. آره دقیقا همونجوری که میگیه، برای که ببینیم مثلا فرض کن که من اگه بخوام بگم که توماس در رابطه با نسرین در یک زندگی دو فرهنگی چقدر اذیت میشه، ناچارم اینو واش دارم که انار دون کنه بر شب یلدا، اون گوشه اتاقم یه دونه درخت کریسمس گذاشتن چون چند روز دیگه هفته دیگه کریسمسه، و این وقتی داره انار دون میکنه به زندگی درونیش برمیگرده. یعنی من انارگون کردن در واقع فقط برای من یک امکانه، یک فرصته، یک بهانه است که توماس رو درگیر خودش بکنه، و اون دوتا سمبول که انار و درخت کریسمسه فقط و فقط در خیلی لزومی ندیدم که توضیح بدم این داستان دو فرهنگ بودن، یعنی همین دوتا که این حوصله نه انار رو داره نه درخت کریسمس رو داره ولی درگیر و گرفتار هر دوتا اینا شده برای نشون دادن مشکلات یک زندگی دو فرهنگی برای من کافی بود، یا لااقل امیدوار بودم که بتونم منتقل کنم که زندگی دو فرهنگی مشکلاتش کجا میتونه باشه. ولی این چیزی که تو اشاره میکنی که از در واقع روز از حرکات روزمره عادی اینا بخوام به یک چیزای درونی برسم، برای من همچنین چیزای ابزار بودن. مثلا در یک گفتگوی ساده توماس با نسرین که یه مهمونی میاد و برای نسرین یه دست گل نرگس میاره و توماس میگه که چرا من نمیدونستم که تو گل نرگس دوست داری، و نرگس نسرین میگه که اگه فرقی هم میکرد بدونی. با این مکالمه خیلی ساده من در واقع میخوام پیچیدگی رابطه این دو نفر رو نشون بدم که این نسرین، اون توماس چقدر دلش میخواسته بدونه این رو در مورد نسرین و هیچ وقت متوجه نشده بوده، و این سوء تفاهم نسرین که اگر این میدونست مگه چه فرقی میکرد بیده. برای همین فکر میکنم که رمان خوندن خیلی ها فکر میکنن که کار راحتیه، یعنی اینکه آدم مثلا یک کتاب میگیره حالا دم موقعی هم خواهد بخوابه یه چند صفحه میخونه و خوابش میبره، ولی فکر میکنم که رمان خوندن اگر که آدم درگیر یک رمان بخواد بشه کار سختیه، برای که شما اگر که درسته یک مقاله علمی، فلسفی، هر چی بخواید بخونید درگیر میشین باهاش، ولی یک خطی رو با شما میاد، یعنی شما یک خطی دنباله‌داری رو با یک مطلب ادامه میدید، ولی در رمان شما در شاخه‌های مختلف درگیر
اگه که واقعا بخواد آدم به رمانی رو جدی بخوندش. برای همین فکر میکنم که برای همین همیشه امیدوار بودم، امیدوار بودم که خواننده من این نکته های کوچیک رو بگیره که من باش چی میخوام بگم، که اصلا گل نرگس چه اهمیتی داشت آوردنش، حالا اون دختر جوان، چون اون هی تکرار میکنم توی این داستان. یعنی من همش به خوانندم میگم اگه بار اول اومد گل نرگس رو داد، گفت برکه گفت که شما گل نرگس دوست داری برات آوردم، متوجه نشد، دوباره تو اتاقم میگم، دوباره اون دختر جوان میگه، برای که میخوام خوانندم میگم نگاه کن اینجا مهمه، اینجا من میخوام یه چیزی بگم با این گل نرگس. اینجا که مسئله در